سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 23 ماه حمل سال 1398 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. واکنش نیروهای آمریکایی در برابر اعلام عملیات بهاری طالبان. با وجودی که برای اولین بار در 40 سال گذشته یک فرصت عالی برای افغانستان از بحر دستیابی به صلح به وجود آمده است، طالبان خشونت را انتخاب کردند. ادعاها درباره بیرون کشیده شدن نامهای اعضای دفتر دوحه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد. پرستنی و شپرس ورزنی و مذاکرات رو که فکر کنم چی امریکان غواړي نور د سولې دغه مسله حل سي. سفر رئیس سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا به کابل. این جنگ استخباراتی است. حالا میخوان رئیس استخبارات هم در قضیه افغانستان دخیل شه و از نگاه استخباراتی ارزیابی کنه که ما در کجا قرار داریم. نهایی شدن برنامه های عملیاتی انتخابات آینده سوی کمیسیون مستقل انتخابات. و واکنش های جهانی به سرنگونی حکومت 30 ساله عمر البشیر در سودان. مشروع خبرها. طالبان عملیات بهاریشان را زیر نام الفتح در برابر نیروهای خارجی و حکومت افغانستان اعلام کردند. در یک اعلامیه طالبان حمله بر نیروهای داخلی و خارجی و نیز تصرف بخش‌های بیشتر به ویژه شهرها از هدف‌های این عملیات گفته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات الفتح را شورای کویتا اعلام کرده و طالبان حراس افغان پس از شکست‌های افتضاح آمیز می‌خواهند به جنگجویانشان روحیه کاذب بدهند. کریم امینی گزارش می‌دهد. اعلام یک رویارویی نظامی دیگر در کشور، الفتح در برابر خالد، آن هم در اوضاعی که گلیم گفتگوهای صلح پهن است و امسال را سال صلح نام گذاشتند. با باور طالبان آخرین عملیات اینا در حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان خواهد بود و بعد از این عملیات اینا انتظار فتح دارن، انتظار پیروزی رو دارن. طالبان در روز نخست این عملیات تصویرهایی از آمادگی جنگجویانشان پخش کردند. اما وزارت دفاع ملی میگوید که طالبان در کشورهای خارجی تمویل و تجهیز میشوند و به اشاره بیگانگان میجنگند. وزارت دفاع ملی هشدار میدهد که نیروهای امنیتی در برابر دشمنان خواهند جنگید. طالبان صبح امروز اعلام کردند که آنان به جای صلح خشونت را انتخاب کردند. رهبری مأموریت پشتیبانی قاطع گرد هم آمدند و جنرال میلر گفت که طالبان واضح ساختند که آنان خواست مردم را نادیده گرفتند و زمینه خشونت های بیشتر را فراهم کردند. ما فرصت های زیادی برای صلح داریم. ما پس از 40 سال اکنون به صلح نزدیک شده ایم. ما از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی می کنیم چون آنان از مردم حفاظت می کنند و با طالبان می جنگند. حکومت و طالبان در حال عملیات های بهاریشان را اعلام کردند که یک هفته دیگر به برگزاری نشست دوحه مانده است و نیز طالبان و امریکاییان برای هفتمین دور گفتگوهای رو در رو آمادگی می گیرند. تا زمانی که پای توافقنامه ختم جنگ امضا نکنیم جنگ ادامه داره. ما در هر لحظه باید در سنگر بوده باشیم تا زمانی که توافق آتش بس امضا میشد. در این میان ریاست اجراییه جنگ را رای حل نمیداند، اما تاکید میورزد که اگر طالبان به جنگ ادامه دهند سرکوب خواهند شد. اگر کماکان مخالفین مسلح حکومت بخواهد خشونت کنه، طبعا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از تمام امکانات و ظرفیتهایشان استفاده میکنه. با این هم در میان دود و آتش جنگ امیدها بر روزنه گشوده شده به سوی صلح بسته شدند.
از سوی دیگر منابع نزدیک به طالبان ادعا می کنند که نامهای اعضای دفتر طالبان در قطر از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون کشیده شدند. حکومت و سازمان ملل متحد تا کنون در این باره چیزی نگفتند، اما منابع نزدیک به طالبان می گویند که در میان این 15 تن نام ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان نیز است. همزمان با این قرار است فردا شورای رهبری مصالحه نتیجه رایزنی هایش را از بهر مشخص ساختن هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان اعلام کند. حسیبه اتکپال گزارش می دهد. منابع نزدیک به طالبان تایید می کنند که نامهای 14 تن از اعضای دفتر طالبان در دوحه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد برای یک دوره 9 ماهه بیرون کشیده شدند. این منابع می گویند که این تصمیم از بهر پیشرفت در گفتگوهای صلح گرفته شده است. انس حقانی، ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس استانکزی، امیرخان متقی، قاری دین محمد، زاهدالله احمدزی، ضیاءالرحمن مدنی در میان کسانی هستند که ادعا می شود نامهایشان از این فهرست بیرون کشیده شدند. مخکنه نستو که در تور لیست موضوع مطرح و خو هغا وقت به امریکایی جهت بهانه کوله چی افغان حکومت د تور لیست او بندیانو خلاصولو وړاندیز باید وکړي، ولی په وروستنیو 14 ورځنیو مذاکراتو کې فکر کوم چې امریکان غواړي نور د سولې دغه مسله حل سي. تا کنون حکومت، طالبان و دفتر سازمان ملل متحد در این باره چیزی نگفتند. دا به نه یوازې د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابره کړي، بلکې د باور فضا به د امریکا او د طالبانو ترمنځ لا پیاوړي کړي. دویمه داسې اوازې هم شته چې د دوهې راتلونکې ناستې څخه وروسته کېدای شي ګڼې ناستې په سیمه کې ترسره شي، په ځانګړې توګه په تاشکند ازبکستان کې ناسته وشي. همزمان با این قرار است فردا شورای مصالحه نیز رایزنی هایش را درباره اولویت های کاری این شورا و تعیین هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان که قرار است در نشست دوحه شرکت کند اعلام کند. اما محمد اسماعیل خان عضو شورای مصالحه می گوید که اعضای کمیته ها تا کنون درباره تعیین اعضای هیئت گفتگو کننده و شمار آنان اختلاف نظر دارند. تا دیروز بعد از دوره که من معلومات دارم به او جدول اونا چی نداشتن، به توافق نرسیده بودن. خب بیشتری بود که طبیعتاً کوشش میکردن که اعضای دولت بیشتر باشه که این سیاسیون قناعت نداشت. قرار است تا یک هفته آینده نشست بین افغانان در دوحه برگزار شود. همزمان با این زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز برای سرعت بخشیدن به گفتگوها و نیز زمین سازی برای اجماع منطقوی برای صلح افغانستان به ازبکستان رفته است. بنی هم رئیس سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمد. منابع آمریکایی به تلویزیون CNN گفتند که این مقام استخبارات ایالات متحده از بهره گفتگو درباره حفظ و توسعه احتمالی استخبارات آمریکا در افغانستان به این کشور سفر کرده. در این گزارش CNN آمده است که رئیس CIA در این سفر با رهبران حکومت افغانستان دیدار و گفتگو کرده. حکومت های افغانستان و ایالات متحده این خبر را رسما تایید نکردند. گلاب‌الدین غبار گزارش می دهد. در اوج تلاش ها برای رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان، CNN به نقل از منابع گزارش داده است که رئیس استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA از بهر گفتگو درباره حفظ و توسعه احتمالی استخبارات امریکا در افغانستان به این کشور سفر کرده است و با رهبران حکومت دیدار و گفتگو کرده است. بخش دیپلماتیک را آقای زلمه خلیزاد به عهده گرفته و پیش میبره، چون این جنگ جنگ استخباراتی است. حالا میخوان رئیس استخبارات هم در قضیه افغانستان دخیل شه تا از نگاه استخباراتی ارزیابی کنه که ما در کجا قرار داریم. اگر برای موضوعات پس از توافق چی خواهد شد؟ آیا منافع ایالات متحده آمریکا دوباره از افغانستان تهدید نخواهد شد؟ این مقام آمریکایی پس از آن به افغانستان سفر کرد
که 3 سرباز آمریکایی به روز دوشنبه در یک حمله انتحاری در باگرام کشته شدند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا در واکنش به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در باگرام میگوید که نیروهای آمریکایی برای امنیت ملی ایالات متحده در افغانستان قربانی میدهند. While we will discuss elements of national security here today. در حالی که عناصر امنیت ملی را اینجا امروز به بحث می‌گیریم، مردان و زنان جوان ما این امنیت را به بهای جان باختن خودشان در افغانستان برای ما هر روز فراهم می‌سازند. با این حال یکی از سناتوران آمریکایی از آنچه که خودداری وزیر خارجه ایالات متحده از تبصره درباره شامل ساختن زنان در تلاش‌های صلح آمریکا با طالبان می‌گوید آن را یک شکست اخلاقی و شکست سیاست خارجی می‌داند. من فرصت پرسش از خود سفیر خلیلزاد را چند هفته پیش درباره نقش زنان افغان در گفتگوهای صلح داشتم. اما پاسخ او در این باره که تعهد استوار برای اطمینان یافتن از نقش زنان افغان در گفتگوهای صلح وجود دارد، روشن نبود. پیش از این بارها از حضور استخبارات آمریکا در افغانستان از بهر پیکار با هراس افغانی حتی پس از یک توافق احتمالی صلح با طالبان مطرح شده است. کمیسیون مستقل انتخابات از نهایی شدن برنامه های عملیاتی انتخابات های ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان غزنی خبر می دهد. این نهاد می گوید که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها در این برنامه جا ندارد. کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید که از 9 حوزه که نتایج نهایی آنها تا کنون اعلام نشده، با آغاز هفته آینده نتایج نهایی ولایت های لوگر و هلمند اعلام خواهد شد. مسعود انصار گزارش می دهد. 207 میلیون دلار هزینه برگزاری انتخابات آیندی ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان غزنی نهایی شده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برنامه‌های عملیاتی انتخابات‌های آینده نیز نهایی شدند و به روز شنبه این نهاد تفاهم‌نامه‌ای را درباره چگونگی کارگیری از دستگاه‌های ثبت بایومتریک با اداره احصایی مرکزی امضا خواهد کرد. قرار است فردا با احصای مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با چگونگی استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات پیشرو امضا خواهیم کرد. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت ننگرهار را پنجشنبه شب اعلام کرد، این نهاد از اعلام نتایج ولایت‌های لوگر و هلمند با آغاز هفته آینده خبر می‌دهد. تا روز یک شنبه یا دوشنبه احتمالاً بتونیم تمام ولایات را غیر از کابل حوزه کوچیا بفرستیم. نهادهای ناظر انتخاباتی از تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان انتقاد میکنند. متاسفانه که ما از عنصر زمانی اصلا فعلا کاملا برآمدیم. هیچ چیز به نام تقویم حال فعلا در عرصه انتخابات وجود نداره، خصوصا در قسمت انتخابات پارلمانی. رهبری کمیسیون ها مسلکی نیستند و نمیتوانه بر اساس صلاحیت و درایت مسلکی خود پروسر به پیش ببرند. در این میان رئیس کمیسیون روابط بین المللی مجلس سنا میگوید که در حدود 80 سند تقنینی به علت بسته بودن دروازه شورای ملی در بی سرنوشتی قرار دارد. بیش از 80 مورد قانون است که ما اینا رو باید روش کار میکردیم و چندین قانون است که ما باید با کمیسیون های مختلط که یعنی بین مشران جرگه و ولسی جرگه اونا رو ما باید قور بررسی میکردیم و تمام میکردیم و به توشیر وان میکردیم. این یکی از خلاهای بسیار بزرگ در این نقطه است. اعضای کمیسیون های انتخاباتی بیش از 2 ماه می شود که کارشان را آغاز کردند، اما تا کنون نتوانستند نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان را اعلام کنند. مالکان آپارتمان های یکی از ساختمان های شهرک رهایشی امارات شیخ زاهد در قصبه می گویند که وزارت امور داخله با ایجاد یک پاسگاه در یکی از آپارتمان های این ساختمان مانع زندگی مردم در این ساختمان شده. مالکان این آپارتمان ها می گویند که رئیس جمهور و ریاست امنیت ملی در نامه‌ای از وزارت امور داخله خواستند که این پاسگاه از این بلاک بیرون کشیده شود، اما وزارت داخله این نامه را نادیده می گیرد. این ساختمان 30 آپارتمان دارد و مالکان آن کارمندان بازنشسته و بر حال حکومت هستند. نبیله اشرفی گزارش می‌دهد.
مالکان اپارتمان های این ساختمان می گویند که 11 ماه از پایان کار این ساختمان سپری شده است، اما پلیس مانع زندگی مردم در این ساختمان می شود. اگر در قانون ای است که خانه کس یا بلاک کس سنگر جور شود، ما هیچ چیز گفتنی نداریم. اگه خانه شخصی ما 10,000 دلار تقریبا تاویل کردیم، ملکیت مردم غصب کردیم. ما اینجا دو تاور داریم، یکی طرف غرب است، یکی طرف شمالش جنوبش. دو تاور از میشه که از همیشه استفاده بکنن، باید که مردم بیاد در خانه خود زندگی خود پیش برن. نامه های از ریاست جمهوری و ریاست امنیت ملی دیده می شوند که از وزارت امور داخله خواستند تا این پاسگاه را از این ساختمان بیرون بکشد، اما این کار تا کنون نشده است. رئیس جمهور دولت وحدت ملی همیشه داد از فساد مالی، فساد اداری، فساد مالی و غاصبین می زند. این واضح در نزدیک بیخ گوش ارگ ریاست جمهوری میدان اویی 28 آپارتمان بلاک 70 غصب شده و هیچ کسی به داد ما مردم نمیرسه. همه گی خانه به دوش است، کرایه میتن. ما نمیفهمیم که به کجا مراجعه کنیم. وزارت داخله اقامه و مکتوب کدام ارگان دیگر اینو میپذیرند. وزارت امور داخله در این باره گفتگو نکرد. شهرک رایشی امارات شیخ زاهد که بیش از 100 ساختمان دارد، از کمک های بی بازپرداخت امارات متحده عربی بوده است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. سرنگونی حکومت 30 ساله عمر البشیر و بازداشت شدن او از سوی ارتش این کشور با واکنش های جهانی روبرو شده. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و روسیه از مردم و ارتش سودان میخواهند که آرامششان را حفظ نمایند و از بمیان آمدن خشونت ها در این کشور جلوگیری کنند. همزمان با این، شهر خرطوم پایتخت سودان گواه ادامه اعتراض های ضد حکومتی است. اعتراض کنندگان میگویند که ارتش سودان هیچ تفاوت با حکومت عمر البشیر ندارد. وزیر دفاع سودان میگوید که تا دو سال دیگر شورای نظامی سودان یک دوره انتقالی دو ساله را در این کشور رهبری خواهد کرد و 3 ماه دیگر حالت اضطرار در این کشور اعلام شده است. اولا تشکیل مجلس عسکری انتقالی، من نخستین شورای انتقالی نظامی را برای گرفتن اختیارات حکومت برای یک دوره انتقالی دو ساله اعلام می کنم. قانون اساسی سودان که در سال 2005 به میان آمد به حالت تعلیق درآورده می شود و تا 3 ماه دیگر حالت اضطرار در کشور اجرایی است. هرچند دیروز عمر البشیر رئیس جمهور سودان از سوی ارتش این کشور مجبور به استعفا و بازداشت شد، اما شهر خارتوم پایتخت این کشور همچنان گواه اعتراض‌های ضد حکومتی است. معترضان میگویند که به دست گرفتن قدرت از سوی ارتش هیچ تفاوت با حکومت عمر البشیر ندارد. هیچ چیز تغییر نکرده است و هیچ چیز تازه‌ای به میان نیامده است. ما خواستار تغییر کامل رژیم هستیم. بیانات ارتش و شورای نظامی که به وجود آمده است برای ما پذیرفتنی نیست. همان گونه که البشیر را از قدرت کنار زدیم، ارتش را نیز از قدرت کنار می‌زنیم. از سوی دیگر سازمان ملل متحد می‌گوید که از مردم سودان پشتیبانی می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید می کند که این سازمان آماده است تا از مردم سودان که یک مسیر تازه را در پیش گرفتند پشتیبانی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشنهاد امریکا برای بررسی اوضاع سودان امروز جلسه اضطراری برگزار کرد. خبرهای اقتصادی لحظات بعد. با این همچند خبر اقتصادی. اداره هوانوردی از ایجاد یک مسیر تازه هوایی از راه چین به دهلی نو خبر می دهد. مسئولان این اداره می گویند که گفتگوها برای باز شدن یک مسیر تازه میان کابل و دهلی نو از راه جنوب چین آغاز شدند و با باز شدن این مسیر زمان پرواز به دهلی نو 1 ساعت کاهش خواهد یافت. مسئولان این اداره میگویند که بسته ماندن بخش شرقی حریم فضایی پاکستان برای پروازها به درآمدهای افغانستان زیانهای هنگفته وارد کرده.
زبیح الله جهانمل گزارش می‌دهد. با بسته ماندن بخش شرقی حریم فضایی پاکستان برای هواپیماهای افغانستان و شمار از کشورهای آسیای میانه، اداره هوانوردی از ایجاد یک مسیر جدید فضایی که با گذشتن از فضای شمال شرقی پاکستان و جنوبی چین به دهلی نو میرسد خبر میدهد. اداره هوانوردی میگوید که باز شدن این مسیر حداقل یک ساعت از زمان پرواز کنونی به دهلی نو را کاهش خواهد داد. در تلاش هستیم که با سفارت چین از طریق اونا با FIR چین تماس گرفته شود که باقی مانده مسیر یک بخشی از او ضرورت به ایجاد مسیر دارد. یکونی ما می شود که بخش شرقی حریم فضای پاکستان به علت تنش های موجود میان هند و پاکستان برای پروازهای عبوری بسته شده است. این یگانه مسیر مهم و کوتاه برای پروازهای افغانستان و کشورهای آسیایی میان است که به هدف دهلی نو می روند. فعلا دیوریشن فلایت از مسیر ایران که پرواز میکنه 500 شده و در قیمت هم تغییرات آمده، قیمت ها بالا رفته که دوچند شده. مردم ما فقیر هستند و مریض دارند و طبعا کلیک به خاطر علاج میرند اونجا و دیگه هزینه هم بسیار بلند است. بسته ماندن بخش از حریم فضای پاکستان برای پروازهای افغانستان سبب زیان‌های هنگفت به شرکت‌های هوانوردی داخلی، مردم و حکومت افغانستان شده است. مسئولان اداره هوانوردی می‌گویند که در یک ماه اخیر بسته ماندن این مسیر بیش از 8 میلیون دلار به درآمدهای پروازهای عبوری کشور زیان زده است. و در بخش خبرهای ورزشی گزارش از گزارش‌دهی سالانه کمیته ملی المپیک کشور خواهید دید. نشست گزارشدهی سالانه کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شد. در این نشست که با حضور تمامی رؤسای فدراسیون‌های المپیکی در کابل برگزار شده بود، حفیظ ولی رحیمی رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک از آمادگی‌ها برای حضور ورزشکاران در رقابت‌های جنوب آسیا و همچنان رقابت‌های 2020 توکیو ژاپن خبر داد. امروز ما مجمع عمومی سالانه کمیته ملی المپیک افغانستان به اساس اساسنامه دایر کردیم و طبعا در این مجمع قسمی که معمول است تمامی راپورهای کارکردهای سال گذشته، دستاوردها، پلانهای سال آینده و طبعا یک بست انتخابی که خالی بود و مسئول مالی ما به یکی از کشورهای غرب رفتن و دیگه با همونجا خواستن که زندگی کنن و دوباره برنگشتن. به این خاطر یک بست مالی کمیته ملی المپیک هم انتخاباتش بود که فضل خدا با بسیار یک فضای صمیمانه و دوستانه یه هم اجرا شد. برنامه امروز ما اولین جنرال اسمبلی سال اول ما بود بعد از انتخابات سال گذشته که در سال 1397 انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک و هیئت رهبریشان صورت گرفت. یه اولین انتخابات جنرال اسمبلی سال اولش بود که گرفته شد. برای آگاه شدن از تازه ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 4-5-8 و تماس بگیرید و سپس کلید 1 را دوبار فشار دهید. وقت با.